خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستن آنچه هستی تویی. همه آفریده است بالا و پست، تویی آفریننده هرچه هست. سلام و عرض ارادت محضر شما دوستداران راه حق. حکمت امروز، حکمت 20 نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: اقیلوا ذوی المروات عثرواتهم فما یعثر منهم آثر الا وید الله بیده یرفعه. امام علی علیه السلام می فرمایند: از لغزش پاکان و مؤمنان و جوانمردان چشم پوشی کنید، چرا که هیچ یک از آنها گرفتار لغزشی نمی شود مگر اینکه دست او در دست خداوند متعال می باشد و او را بلند می کند. امام علیه السلام در این حکمت به لغزش های اشاره می کند که گاهی از افراد مؤمن سر می زند و همگان را توصیه می کند که از آن لغزش ها چشم پوشی کنیم. روشن است که هر انسانی بجز معصومین علیه السلام هم دچار لغزش و گناه می شوند. معصومین علیه السلام هم به خاطر این دچار لغزش و گناه نمی شوند که دیدگاهشان به گناه مثل نجاسات می باشد. همانطور که افراد عادی به نجاسات میل و رغبتی ندارند، دیدگاه معصومین هم همینطور است. اما کسانی که در مسیر تقوا و در راه بندگی خداوند سعی و تلاش می کنند ولی گاهن لغزشی و گناهی از آنها سر می زند، نباید توبیخ کنیم. چرا که خداوند متعال در آیه 135 سوره مبارکه آل عمران می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. ما باید سعی کنیم دیدگاهمان مثبت باشد و به همه چیز حسن نظر داشته باشیم و واقعا روانم بباشد دیوار خوبی، نیکی و مهربانی یک نفر را با یک آجر بدیش خراب کنیم. بزرگ نمایی کردن خطای دیگران، سرزنش دیگران کار عاقلانه نیست، چرا که تلک الایام نداویلها، روزگار در چرخش است. از کجا معلوم که بر اثر فراز نشیب زندگی ما هم فرداها دچار او لغزش و اشتباه نشویم. زیباترین و یا شاید تهدید آمیزترین آیه قرآن به نظرم این آیه می باشد. خداوند می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یدافع عن المؤمنین. خداوند مدافع مؤمنان است. هر جا که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکردند، میگفتند تو مجنون هستی، خداوند آیه نازل میکرد: و ما انت بمجنون. اگر میگفتند تو شاعر هستی، و ما هو بقول شاعر. پس چه لذتی از این بالاتر که خداوند مدافع بندهش باشد. پس از این حکمت گوهربار دو تا نتیجه میتونیم بگیریم. اول اینکه از لغزش و گناه مؤمنان و جوانمردان چشم پوشی کنیم و سوی زن پیدا نکنیم. دوم اینکه اگر در مسیر تقوا و پرهیزگاری باشیم، خداوند هم حواسش به ما هست و آبروی ما را حفظ می کند. این حکمت گوهربار هم به پایان رسید. انشاءالله که مورد فایده تان قرار گرفته باشد. ایام بکم، عزتتان مستدام در پناه حضرت حق.